سلام دوستای نازنین، خدا کنم جور زد باشین. میخوام براتون کلاه قیچی کنم، کلاه باری است البته، چون کارخانگی بچه رکم بود، معلمشان خواسته بود که من بدوزن، من خواستم معمولای شما شریک کنم تا ببینین که چه قسم قیچی میکنم. تکر دو قاد میکنیم، کوشش کنین که لبای شما قیچی نمیکنم، یک برابر بیایه و از پیشتان به این شکل کلاه قیچی میکنیم. این کلاه زمستانی است. اندازهش به می اندازه میگیرم، درازیش 11 اینچ میگیریم. من نشانی میکنم ببینین، درازی کلاه رو اندازه میکنیم، بعد از بر کلاه رو اندازه میکنیم که من 11 گرفتم که مکمل دورش 22 میشه. نیم اینچ عقد دختتان رو بگیرین، آهسته ببینین به شکل از این گردی کلاه من خط میکنم. متوجه باشین که ما یک طرف کلاه را درز نگرفتیم، نیمه درز است. بعد از یک آهسته آهسته خط کردیم، مکمل دور کلاه را خط میکنیم، درازیش البته. بعد از اون نیمه البته تکر با 4 قاط میکنیم، به خاطر قیچی کردن ما بر کلاه را 5.5 میگیریم. 4 قاط که میکنیم البته، به خاطر قیچی کردنش ما 5.5 گرفتم قاطش. 4 قاط کردیم، کلانش 11 میشه و درازیش هم 11 گرفتیم. ببینین آهسته آهسته قیچی میکنیم، عقد دخت تانه بگیرین نیمنج. ما از یک طرف عقد دخت خدا گرفتیم، دیدین ما قیچی کردم و حال قسمت کلاه ما 4 درز داره. ما 4 درز درازیش پیشوری پشت سر از 2.5 گرفتم، 2.5 دراز خط میکنیم. ببینین دیدین، اگر دراز اگر خواستین که جدا قیچیش کنین همی قسمت ها، میتونین دو طرف خط کنین. اگر نخواستین یک طرف هم از یک طرف بردوش یک جای قیچی کردم. بعد از قیچی کردن ببینین معمی قسمت ها که در زکای جوجه است، معمی قسمت ها میدوزم، 4 طرفش تار مندازین. ما اولی قسمت ها را می دوزم در زای خورد که از طریق زیر ماشین اولی را می دوزم، دو طرف همی پشت سر هم پیش روی هم ببینین قاد کردیم. من زیر ماشین می مانم، نگفتم همانه که ما ماشین تار انداختیم، پیش از پیش تار انداخته بودم، به خاطر گفتم زیاد وقت نگیره. ماشین خدا پیش از پیش تار سرمایی به رقم تکه انداختیم و حال امون قسمت ها که میخواستیم. اگر از پیشتان کج و کور نبیه، شما میتونین خط کنین، خط کشی کنین، در سر از امون خط کشی بدوزین، از پیشتان پایین و بالا نمیایه. وقتی که در زیر ماشین انداختین تکه را کوشش کنین که تار در پشت سر ببرین، به خاطر وقت دوختن سعی کنین من از تار محکم میگیرم تا که تار خطا نخوره از پیشتان، یعنی تار سوزن نباید. دوبار سر کوکتان محکم میکنین، آهسته آهسته کوشش کنین که سعی کنین یاد هستن آهسته آهسته بدوزین، به خاطر از این که بعضی وقت آدم زیاد اکسلیتر ماشین فشار بده است، پیش آدم کج و کور میشه، جای درز دبل میاد، جایش خرد میایه. بعد از اینکه یک طرفش دوختیم، طرف پیش روی حال ما پشت سرم درز خورده که قیچی کرده بودیم، دیمنج امورا میدوزم، سر و کوک باز محکم کردم، آهسته میدوزم. دیدین تارش قیچی میکنیم، تار اضافی را میبینین من را دوختم. سعی کنین وقتی که دوختین اوتو کنین بسیار خوبش صفا میه. حتی میتونین از این کلا و تفلای نوزاد و تفلای خورد بدوزین، چون تکیش بسیار نرم است. بعد از اینکه من قصد درزای خورده دوختم، حالا تار مندازم. شما هم میتونین پیش از اینکه تار بندازین خط کشی کنین، چون بسیار برتان راحت میشه، به خاطر از اینکه کج و کور از پیشتان نمیایه. اگر تار هم انداختین یا ننداختین، دل خودتان خط کشی میتونین کنین که دمو سر خط کشی بدوزین. اگر به نظر ما میکنین تار بندازین، کسی ها که نو میخواین پرکتس کنن بهتر است، به خاطر که لباش از پیشتان تا بالا نمیایه.
ببینیم من تار انداختم تار ننداختم. از سوزنای بخصوص است در دوکان ها می باشه، شما میتونین که بخرین و وقت خیاطی استفاده کنین، بسیار خوب است. ما استر شروع می کنم از ملبت، از قسمت درز نیمه شروع کردم که تر یک طرف کلاه ما درزش نیمه است، من از قسمت شروع کردم. آهسته شروع میکنیم، بسیار وقتی که شروع میکنیم بسیار آهسته شروع کنیم به خاطر از این که از پیشتان کجکور نبیم. در کلا را آهسته آهسته میدوزیم، هر قسمتی که رسیدین سوزنهایی که هستک او را بیرون کنین به خاطر از این که سوزن ماشینتان نشکنانه. اگر خطکشی هم نکردین شما میتونین که تار وقت تار انداختن کوشش کنین که یک برابر تار بندازین در سر همون کوکای کلانی که انداختین، شما میتونین موشین کنین او رقم هم یک برابر میاید. در غیر از او تار وقت خط بندازین امرای تباشیر او رقم هم میشه راحت تر میباشن. هیچ کدام جنجال نمیدیدین موشین میدازین و کوشش کنین در وقت دوختن که متوجه باشین که خدای ناخواسته فکرتان میشه نشه یک دفعه دستتان از سوزن نگیره، زیاد متوجه باشین به خاطر از این که انسان از بعض وقت از بشه میشه، متوجه زیاد باشین. در وقتی که درس آخر میشه متوجه باشین که کلکتان در زیر سوزن نبیه. من کلاه خلاص کردم، تارش قیچی میکنم، دیده ببینین بعد از اینکه قیچی کردیم مکمل شد، دیدین تمام درزایش ما حالا بعد از اینکه تمام شد ما حالا میخوایم که ببینین درز راسته کنم کلاه را، راسته میکنم کلاه را. ببینین میتونین درزش را اتو هم کنین و ما میخوایم در این قسمت کلاه در پیش روی البته یک لوگوی در خود تی شورت که بود تا پک داشت، مامورا میخوایم در بغل لب جمپر بود، مامورا میخوایم در قسمت وسط کلا در پیش روی بدوزم. و پیش از این که من بدوزم اول میخوایم تاری که من نشان دادم لیلون استک به خاطر که رقم چرمی لوگو باشه، لوگوی ما نسواریست، فقط بالای ماشین تارش چنج میکنی، پایینش امو رقم سرمایی باشه خوب تر است به خاطر که تکی ما سرمایی است. مال ماشین تار مندازم، چون تار لیلون از بسیار نازک است وقت دوختن معلوم نمیشه. از این لیلون ها در دوکان های تار فروشی زیاد است، نازکش هم هست، شما میتونین وقتی که پیران جالی بدوزین از این استفاده کنین، بسیار مقبول میایه. بعد از این که سوزنم تار کردیم، ببینین ما تار پشت سر گفتیم همیشه ببرین، تار پشت سر میبرم دیدین و میخوایم حالا که همه قسمت پیشوری کلا را اندازه کنم تا که نصفش کنم، یک نشانی بکنیم به خاطر امو تا پک میدوزیم. من نشانی میکنم، کلار قاد کردم اما قسمتش نشانی میکنم، این حال برتان نشان میتونم ببینین که تاپره در کجا میمانیم. تاپره در مو قسمت مابین کلار پیش روی ماندیم، ببینین در سر از مو مابین خط کردیم، در سر از مو نشانی میمانیم، بعد از او آهسته میدوزیمش. البته وقت دوختن پیش از پیش من سوزنه چنج کردم، چونی تاپک چرمی هستک، سوزنه خود را چنج کردم، سوزنه چرمی انداختم بخاطر که سوزنه میده نشه. شما میتونین چنج کنین و کوشش کنین که سه بار بدوزین که محکم بیاید، سه بار بدوزین آهسته آهسته. دیدین ما آهسته سه بار دوخته، سه بار هم میتونین، چهار بار هم میتونین. بعد از اینکه دوختیم تارای اضافیش قیچی میکنیم،
و قسمت دیگهش هم میخواییم بدوزم. دیدین من قسمت دیگهش باز تاره پشت سر بردم، قسمت دیگهش هم میدوزم. ایره همچنان محکم میدوزیم سه بار، تاره محکم بگیریم، تاره که در پشت سر بردیم محکم بگیریم. ماشین را پس میگیریم، قیطی که ما محکم گرفتیم من باید استراستیم قیطی است که شما میتونیم سر کوکتان را محکم بدوزیم. تاپی ما مکمل شد، دوخته شد البته. تارایش قیچی میکنیم، تارای اضافی را. ببینیم ما ماشین خود یک گوشه میمانم به خاطر که بر شما صحیح معلوم شود. کلای ما آماده شد. ببینین وقتی که خلاص شد شما میتونین اتو کنین تا که کلای صفا ببینین به این شکل آمد. اتو کنین که صفا بیایه. موفق کامیاب باشین. خدا کنه که چیزی آموخته باشین. وقت خوش برتان میخواییم. الله نگهدارتان.